بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. این رب العالمین چه معنی داره؟ رب میشه از ربیه باشه، از یا از ربابه باشه، مثل کوکو میشه، هم از سیب زمینی درسته، هم از سبزی. و به معنای صاحب اومده رب العالمین، مثل میگن صاحب جهان، به معنی مربی و مدبرم میاد. اگر از ربیه باشه به معنی رشد تربیته، اگر از ربابه باشه به معنی صاحبه. حالا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، الحمدلله ستایش مال خداست، هم صاحبه، هم مدبره، هم خالقه، همه. این ستایش از خدا، به ما گفتن که اگر میخواد دعا تو مستجاب بشه، قبل از دعا از خدا ستایش کن، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، یا من یعطی من سأله، یا من یعطی. این ستایش کلید باز کردن در لطف خداست. خب الحمدلله رب العالمین کلمه نیست فقط تو دنیا گفته بشه، حتی بهشتی ها وقتی در بهشت مستقر میشن میگن و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، آخرین کلامشون ستایش از خداست. خب الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم معنی بخشنده مهربان معنا کردن، ولی مطهری می فرماد بخشنده مهربان معنی جواد و رؤوفه و ما برای رحمان الرحیم مشابه فارسی نداریم. از زیغ جا، مثل آدمی که آدم مثلا به بچه 2 ساله میخواد بگه امام حسین کی بود، میگه امام حسین آدم خوبیه. یه آدم خوبیه که در شأن امام حسین نیست که. بلال چه کنیم؟ طرف بچه چجوری بگیم امام حسین کی بود؟ گاهی کلماتی است در فارسی وزن نداریم، یعنی کلمات عربی است که هم وزنش تو فارسی نیست، ولی زمین میگیم به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده هست یعنی جواده، مهربانه یعنی رؤوف. نگفته بسم الله الجواد الرؤوف، گفته بسم الله الرحمن الرحیم. منتها خب از بی جایی تو معنی میکنم. خب درباره رحمت خدا باید بگیم رحمت بر خدا واجبه. خود خدا گفته کتبه علی نفسه الرحمه، خدا واجب کرده که خودش بر مخلوقین رحمت کنه. پیغمبرش هم رحمته، و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. قرآنش هم رحمته، همه کار خدا رحمته، آفریدنش رحمته، امکاناتی که در اختیار آفریده ها گذاشت رحمته، اینکه عیباشون رو میپوشونه رحمته، اینکه گناهانشون رو میبخشه رحمته، اینکه توبهشون رو قبول میکنه رحمته، اینکه هستی رو در اختیار قرار گذاشته، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن برای که ما کامیاب بشیم، رحمتایی که پیغمبر فرستاد رحمته، کتاب آسمانی، قانون آسمانی، قدم به قدم هدایت کرد، عقل که به ما داد رحمته، فهمی که داد رحمته، فطرتی که داد رحمته، سر تا پا رحمته. خب وقتی خدا میگه الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بعد از رب العالمین میگه الرحمن الرحیم، یا الرحمن الرحیم ای بره بسم الله الرحمن الرحیم، بعد میگیم الحمدلله رب، دوباره میگیم الرحمن الرحیم، یه رب بگذاشتیم وسط، یا الرحمن الرحیم ای بره تو بسم الله است، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم تو بسم الله است، بعد میگیم الحمدلله رب العالمین، دوباره میگیم الرحمن الرحیم. این که رب العالمین بین دو تا الرحمن الرحیمه شاید پیام داشته باشه. پیامش اینه که تربیت خدا بر اساس لطفه، خدا در سایه لطف تربیت میکنه، مربی باید با مهر تربیت کنه، تعلیم هم اینطوره، آموزش هم بر اساس مهر. الرحمن علم القرآن، نگفته الحی القیوم علمه، یعنی هم معلمی هم مربیگری، اینها با زیربنای تعلیم و تربیت باید محبت و رحمت باشه. با چوب و فلک و فحش و نفرین کسی تربیت نمیشه. الرحمن الرحیم رب العالمین، دعاتون که الرحمن الرحیم. و السلام علیکم و رحمت الله.